مردم همانند سالهای گذشته دسته دسته وارد مزار شهدای گمنام هرات می شوند. اما امسال این مراسم رنگ و بوی دیگر دارد. خبری از محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی نیست. ما مجاهد دیروز و امروز نداریم. ما همه ملت بزرگ افغانستان هستیم. هر کسی که مبارزه کرده برای سربلندی افغانستان مبارزه کرده و افغانستان خانه مشترک تمام افغان هاست. تلاش کنن که دیگه جایی برای متجاوز، جایی برای کفار، جایی برای اشغالگر دیگر در دنیا و در افغانستان وجود نداشته باشه. در این مراسم بیشتر سخنرانان روی آزادی، امنیت و صلح که حالا پایدار شده صحبت کردند. مقام‌های محلی هرات میگویند حالا وقت آن است تا افغان‌ها کنار یکدیگر ایستاده شوند و برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کنند. مجیب الرحمن انصاری که مسئول برگزاری این مراسم است، از اسماعیل خان خواسته تا دوباره به کشور برگردد. باید از این فرصت اعظمی استفاده خود را کرده، باری دو دیگر، باری دوم برای دشمنان خارجی، برای دشمنان شرق و غرب شرمسار نشده. به عنوان یک طلبه راه دین از امیر محمد اسماعیل خان می طلبم که وارثین شهدا را تنها نگذار و برگرد. با این حال همانند دو دهه گذشته خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی هنوز هم از عدم رسیدگی حکومت شکایت دارند. فامیل‌هایی هستند که شوهر خود از دست دادن، فامیل‌هایی هستند که پسر جوان خود از دست دادن و سرپرست ندارن. من از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندم که به اونا رسیدگی بکنن. همیشه خانواده شهدا حمایت داشته باشه، از حمایت‌گر باشد خانواده شهدا، از معلول که در دوران جهاد و دگه و دگه شده از امون حمایه و بخشه. در 24 اوت 1357 مردم هرات در برابر حکومت آن وقت به حمایت شوروی قیام کردند. هزاران جوان هراتی قربانی شدند. همه ساله از این روز یاد بود می شود.